سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچنان کوکتل تی وی و امروز اومدیم با پلیلیست و میخوایم پلیلیست سال 2020 رو ببینیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید. البته دلیل منطقی که باعث پیشرفت ما باشه. صحبت دیگه باقی نمیمونه. ببینیم که با هم پلیلیست رو داشته باشیم. قبل از اینکه شروع کنیم دو تا نکته بگم. یکی اینکه دلیل نمیشه این موزیکایی که من انتخاب کردم حتما بهترین باشن، ولی موزیکایی هم که من بیشتر از همه گوش دادم و خب سال منو گذروندن. و گزینه دوم، بعضی‌ها شاید میگم از لحاظ تکنیکی و این داستان خیلی خفن نباشن، ولی خب به دل نشستن و من ازشون لذت بردم و زیاد گوش دادم. و دقیقاً همینه دیگه، تنها معیاری که تو این ویدیو داشتیم نسبت به اینکه من گوش دادم و لذت بردم. و 20تاشو به ترتیب واسهتون انتخاب کردم، بریم که با هم ببینیم. ترک 20م از آلبوم کانون، ترکی به اسم خوابگرد از ساد و دیگر. کل من یه برکه بود که پر شد از ماهی مرده، قدم زد تو جمله هام و جامون پسه یه نقطه شد یه تصویر که تو هیچ من. شماره 19 از یه استعداد نسل چاریه که واقعا با این موزیکش من حال کردم و اصلا با این موزیک شناختمشو به شدت حال میداد. آهنگ آدم فضایی از هیپاپولوژیست. من کیم چه فرقی داره، یه عامل کلمه که داره شکم میاره، ما تو باکیری هامو یه نقصی داره، وقتی هوا تهران خودش نقصی داره. ترک 18 از بزالیتو از بقیه ترکایی که توی لیست داریم دیرتر اومده بود. خب قاعدتا کمتر گوش دادم و یکی دو هفته، شاید هم یکی دو ماه وقت، یکی دو ماه درسته وقتش این برای گوش دادنش، و اونم شوک از بزالیتو. ترام میدم شوک جدی ام و روک، شما شدین برام جوک، همه جف روی کوک میزنی یه پوک. ترک 17 یه ترکیه که این مدلی ما کم داریم توی رپ فارسی و کلن توی موزیک ایران، از پارسالی پی به اسم یونیت می. یه رو میشه بهتر، پاد میشه رو زمین سفتر، فراموش میشه استش مثلش نیستش، حتی یاد نیست اسمش، بعضی وقتا بیاد پایینش کد. ترک 16 یکی از بهترین فیتای امسال بود، یه فیت جنگ با حال از آرتا، کوروش، کچیویتس و لیتو به اسم رسیدم به تش. انا عادی شده، من دیگه امضا میگیرم رو چک، این فنچا چی میگن تو جنگ، فاز گنگ ولی فکا باز اون پایین. ترک 15 هم یه دیس یهویی بود، خیلی هم حال داد و واقعا ازش لذت بردم، اونم دیس نامحدود از رضا پیشرو. تا میبینی که فرشم رفته رو به بالا، بازم امیدی و میگی رضا قهرمون ما هست، هر جا پا بذاری اونجا شهرمونه داداش، اگه به ما میرسه چون همه دستا رو به بالاست. تو هم باید. ترک 14 خب تو سال 2019 اومده بود این ترک، اما اواخر سال 2019 اومد و قاعدتا خب تو 2020 من زیاد گوش دادم. اونم یه ترکیه که از لحاظ موضوعی با اکثر ترک‌ها فرق داره و دوتا وکالیست خفن و دوتا رپر خوب توش داریم، و اونم آهنگ بچگی های از وانتونز. کاش ورزش باشه هر زنگ، بده تو جبه باشه چه رنگ، کنیم دنیا رو نقاشی توش تو مال من باشی. ترک 13 ترکیه که من انتظارم از این ترک بیشتر بود. چرا؟ چون عرفان و پیشرو توش بودن، اما در کل هم فاز بالی داشت هم میچسبید. ترک روشن. باز برا بازن آخه راحت واسم، روشن از اول تا آخر راهم، پر حرف اینا بدلال. ترک 12 ترک خیلی دلیه که یه حس نوستالژیک عجیبی واسه من داره، من خیلی از این ترک لذت میبرم، مخصوصا بیتش، و اون یکی از آهنگایی که مربوط میشه به پادکست برخوردها و آهنگ تجربه است از بامداد و آتور. کارتونا بهم یاد دادن هیچی جدی نیست، پرنده مردنی است، موش واسه گربه خوردنی است، رابطه سگ و انسان میشه دشمنی اگه بچه‌ها شده. شماره 11 ترک 8 دقیقه من معمولا با ترک های بالای 5 دقیقه زیاد نمیتونم ارتباط برقرار کنم و معمولا یکی دو بار گوش میدم که ببینم چی میگه و ریپلای کردنش برام سخته. اون ترک خیلی بالود، مخصوصا نیمه دوم به بعدش، و اونم ترک عجب 2 از امیر تتلو. و اما رسیدیم به نیمه دوم از ترک شماره 10. ترک شماره 10 به نظرم میتونه این کلاس درس باشه برای کسایی که جدیدترن و همچنین اونایی که میان و تکنیکو فدا میکنن برای محتوا و
خیلی عذرشون اینه و این حرفو میزنن، اما تو این ترک همونطور که ما می‌بینیم هم محتوا خیلی درسته، هم تکنیک بالی داره، قافیه‌های خفنی داره و اون ترک صد تا مظنون از اشکان فدایی. بیچاره شمشیر چاره جز کشتن نداشت، فرقی نمی‌کرد مؤمن و مرتد براش، ولی حالا کلش زندگی همیشه رو سر مستضعفاس، گل یا پوچ یا لبارم مشتن در. ترک شماره 9 از یکی از آلبومایی که خیلی طول کشید بیاد و خیلی هم مورد انتظار بود و اونم شبی گرگای از هیچکس. شهید لات بودن اصلا چرا خار داره گل، راستی حیوان چهار پا هم شاخ داره خب، ولی حتی فکر نمی کنم لات باشه گرگ. ترک شماره 8 از یاسه، معمولا یاس از این سب ترک ها کمتر میده بس، اونم ترک لاله. مثال علف هرس خبر رو میپیچه به دورم و به گوش من میرسه، اینا میگن لال شدم، آزادی بیان مد شدم، جیگردار شدن و این ترسناک ترین روال خفه کرد. ترک شماره 7 به نظر من بهترین ترک دابل آلبوم بود و از همه بیشتر گوش دادم، اونم ترک بریم با هم بود از هومان و سپر خلصه. Yeah. رفتارم دیگه توجی نداره، میگن هر جا میشینه باید اوجی دراره، خرج 10 سال و برجی دراره، همش بزنه به کی رو کسی توزی نداره. ترک شماره 6 هم از یکی از آلبوم‌های خفن امسال بود، یعنی اتصالی که خب خیلی از آرتیست‌ها توش بودن و خیلی هم هیت شد این آلبوم. به نظر من ترک بگیر منو از کوروش و کچی بیت خیلی باحال بود، مخصوصا ورس کوروش که خیلی خفن بود. بگی منو بگی منو، من که آنتن نمیدم و داره فاصله تیمم و آره فازه که انو مره، یه بار ببینن تا یه اون خاطره میگن و سپید. رسیدیم به پنجشای اول، ترک پنجم مال یه آلبومی که خیلی نقد روش بود، خیلی منتقدا ایراد میگرفتن و اینا، ولی من این آلبوم خیلی دوست داشتم، مخصوصا ترک مقابلشو، مقابله از بهرام. خوش به حالت، دنیا کوچیکه و خیالت راحت، جواب ساده میدی به ذهن تنبل جماعت، نمیفهمی یعنی چی واقعیت لایه. ترک شماره 4 یه فیت بود که خیلی ترکوند و فیتی بود بین ممرزا شاه و مهراد هیدن به اسم سیل. کاش بزن سیل بیاد به قول مهراد، تا دیگه ننه ای مثل تو رو نتونه بزار، تا دیگه مثل تو در نیاد جوجه کشا، یه توی تو خالی داری یه رو کشه باش. خب رسیدیم به ستای پایانی و ترک سوم برمیگرده به آلبوم کدر از دانیال که فیتی هم توش داشت با رضا پیشرو که این آهنگ همون فیتشونه به اسم فصل زشتی. من این آهنگو خیلی دوست دارم چون انگار داره حرف دل منو میزنه. نگاه من تو با آسمونه، کنارمونه، فکر میکنیم که جای دوره، کل آرزوت حال خوبه، رو میخاک مرده که درختش واژگونه. ترک دوم برمیگرده به گروه زد بازی بعد از 7 سال با هم برگشتن و من آهنگ بچه محلشون رو خیلی دوست داشتم، البته آهنگ یخم خیلی خوب بود، ولی خب بچه محل چون اون فاز قدیمای زد بازی رو داشت، منم توی غربت و بچه محل و این داستانا و واقعا با دلم حرف زد و واقعا از این ترک لذت بردم، مخصوصا ورسی که مهراد هیدن داشت. گم کردم توی موب نوه صبح، چقدر حرف بر گفتن داشتیم، دست نمیزدم بهت روی کوک تا موقعی که خودت خواستی. و اما ترک شماره 1، ترکی که من تقریبا هر روز گوش دادم از روزی که اومده، 9 ماه اومده، من تقریبا هر روز اولین آهنگی که پلی میکردم این بوده و واقعا ازش لذت بردم. چرا؟ چون با یه دید خیلی قشنگ و غیر مستقیم به یه موزل اجتماعی میپردازه و اونم مرده پرستیه و خب خیلی سای دیگه هم توش میاره و یه تکس هوشمند خفن داره، گرچه خب خیلی از مخاطبای اشتباه ازش برداشت میکردم و اونم ترکی نیست جز ترک چرا نمیمیری از آلبوم مجاز هیچکس. چرا نمیمیری؟ انتهای جاده است، شام آخر، قدر زنده رو ندونن، مردن عاقلانه است، همش عشق بریزن و حلوا طلو. خب این بوده از پلیلیست 2020 من که واقعا من با این آهنگا خیلی لذت میبرم. به نظرم از سال 2020 یکی از بهترین سالهای رپی ایران بود، هم دیس زیاد داشتیم، هم حواشی زیاد داشتیم، هم موزیک با محتوا زیاد داشتیم، مجاز رو داشتیم بعد از مدت و زد بازی برگشت بعد از مدت و شاهین نجفی آلبوم رپ داد بعد از مدت ها و خیلی خبرهای خوب دیگه توش اومد که قرار سالهای بعد بشنویم و واقعا سال خوبی بود و همچنین اسپاتیفای بیشتر جا افتاد، یوتیوب بیشتر جا افتاد، رپرامون پرکارتر شدن و همچنین خبرهای بهتری باز اومد تو این سال و امیدواریم سالهای بعدی هم مثل همین سال خوب و خفن بره جلو، لذت ببریم. شما هم حتما اون پایین کامنت بذارید آیا با پلیلیست من موافق بودید یا نه و پلیلیست خودتون چه جوریه، چه شکلیه و اینم همیشه مد نظرتون باشه، سلیقه ها متفاوته و ممکنه من یه روز یه حسی داشته باشم و موزیک بهم خیلی حال داده باشه و اگه موزیکی اینتون نبود
دلیل نمیشه که بده. شاید من زیاد گوش ندادم و اینکه موزیک هم که اینجا مثلا رتبه 1 اوورد 2 اوورد 3 اوورد دلیل نمیشه از همه بهتر باشه، بلکه سلیقه من بوده و به شدت لذت بردم. خب خیلی وقتا موزیک سلیقه ایه دیگه، با همون باید حرف بزنه موزیک که ما باش ارتباط برقرار کنیم و این بود. پس به سلیقه هم احترام بذارید، پلی لیستتون اون زیر بنویسید، لایک و کامنت و سابسکرایب این داستان رو هم فراموش نشه. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.